به نام خدا، لکچر صفر درس آزمایشگاه دیتابیس رو ما در خدمت شما دوستان هستیم و توی این جلسه سعی داریم که سیلابس درس آزمایشگاه دیتابیس رو توضیح بدیم، تشریح بکنیم و اینکه در طول ترم قرار هستش که چه کارهایی انجام بدیم و چه چیزهایی رو از شما میخوایم. عرضم به خدمتتون که این فایلی که الان دارید ملاحظه میفرمایید رو من دانلودیبل کردم، میتونید بردارید و حالا من از همین ابتدای فایل یک دور توضیح بدم. نمیدونم البته برخی از بچه‌ها جلسه اولشون آیا هست یا نه، ما جلسه پیش از این داشتیم منتها چون خیلی به هم ریخته و آشفته بود، بچه‌ها از تایم های متفاوتی می اومدن، در نتیجه ما گفتیم که یک جلسه در روز جمعه داشته باشیم، حکم یک سینکرونایزر رو داشته باشه این جلسه که همه بچه‌ها بیان ما همه رو با هم سینک بکنیم و دیگه انشاءالله از شنبه هفته آینده به بعد به صورت همگام با هم پیش بریم. بنابراین من یک دور خیلی کوتاه اون توضیحاتی که در حالا میدونم برخیاتون بودید جلسه یک شنبه یا نه، ولی خب ما اونجوری سری توضیحاتی رو به بچه ها دادیم، ولی خب بیشتر سعی کردیم توضیحات رو بذاریم برای امروز، یعنی توضیحات مهم رو گذاشته بودیم برای امروز که خب حالا من یه مرور کوتاهی بکنم صحبت‌های روز یکشنبه رو که حالا اون دوستانی هم که نبودن در جریان باشن. سلام بای ونکی، تی ای های عزیز درس هم امروز حضور دارن و حالا در ادامه کار هم ازشون میخوام که چند دقیقه با شما صحبت بکنن که شما هم باهاشون آشنا بشید. بنابراین پس چون اون جلسه ضبط نشده ما توضیحات رو یک کمی کوچولو مرور بکنیم که این توضیحات هم رکورد بشه و برای دوستانتون هم بتونیم قرار بدیم. خب این ایمیلی که در این قسمت ملاحظه می‌فرمایید ایمیل استاد روحانی هست و حتما داشته باشید این ایمیل رو که توی فایلم هست، به این خاطر که تمرینایی که شما قرار هستش که ارسال بکنید به این آدرس ایمیل هستش. برای درستون یک سایتی ساخته شده، یک کورس پیجی هست rohani-class.github.io/dblab که توی این سایت میتونید همین الانم اگر خواستید مراجعه بکنید. البته من هم سعی میکنم که در انتهای صحبت هم سایت رو بیارم، یه توضیحاتی هم روی سایت بدم. فیلم هایی که ضبط میکنیم بر روی سایت قرار خواهد گرفت. حالا یه توضیحی هم بدیم راجع به شیوه برگزاری کلاس ها. کلاس ها به صورت فیلم های آفلاین پیش خواهد رفت، یعنی ما مطالبی که میخوایم خدمتتون تدریس بکنیم و شما قرار هست یاد بگیرید رو ما در قالب فیلم های آفلاین رکورد میکنیم و در خدمتتون قرار میدیم. منتها در هفته هم لازم باشه یک جلسه رفع اشکال و حل تمرین براتون برگزار خواهیم کرد که در این جلسه شما اگر دوست داشتید میتونید تشریف بیارید و اگر ایرادی یا نکته‌ای هست توی فیلم‌هایی که ضبط شده و مطلبی توی فیلم‌ها بوده که شما حالا نتونستید خوب و پسش بر بیایید و اینها، خب یا ما مثلا جایش رو نتونستیم خوب برسونیم، توی اون جلسه حل تمرین و رفع اشکال اون مشکل رو برطرف می‌کنیم. و هر هفته هم نداریم این جلسات رو چون به حال اولا باید درس به یه جایی برسه تا بشه مثلا حالا یه کلاس حل تمرینی گذاش یا یه کلاس رفع اشکالی گذاش، یا مثلا زمانی که ما تمرین میدیم میخوایم تو جلسه بعدش خب تمرین ها رو براتون حل بکنیم که رفع اشکال بشه. بنابراین اطلاع رسانی خواهیم کرد. اطلاع رسانی مون هم به این صورتی که شما لطف کنید در کانال تلگرام و گروه تلگرامی ما حضور داشته باشید حتما در هر دوش که لینکاش اگر این فایل رو دانلود بفرمایید یا حتی به سایت درس مراجعه بکنید لینک ها اونجا قرار داده شده و میتونید که با کلیک کردن بر روی این تکست هایی که هایپر لینک هستن وارد کانال و گروه تلگرام بشید. ما تکست بوک و حالا اون مطالب متنیمون رو روی کانال تلگرام قرار میدیم. البته میشه کتاب ها به این خاطر که بحث کپی رایت مطرح هست نمیتونیم روی سایت بذاریم، به خصوص سایت هم مال گیت هاب و احتمالاً بررسی میکنن این مطالب. و توی گروه هم خب هستیم برای رفع اشکال که اگر سر انجام دادن تمرین ها یا حالا حتی مطالب درسی مشکل چیزی هست اونجا ما میتونیم رفع اشکال بکنیم و بررسی بکنیم اون مطالب. خب
تیم دستیان آموزشی این درس رو ملازم می‌فرمایید. بنده خودم خب محمد حسین خوشچین هستم، از نیم سال اول 96 در کنار استاد روحانی بودم، درس‌های مختلف مثل دیتابیس سیستم مهندس نفسار دو و امنیت شبکه، حالا یه چیز دیگه خاطرم نمیاد، و افتخار رو دارم که این ترم هم در کنار دیگر دوستان باشم، آقای معینی جم، خانم امدادی، خانم قمری و آقای ونکی، که حالا به جز آقای معینی سه تای دیگر دوستان حضور دارن که حالا در ادامه بحثمون که تمام بشه حتما ازشون میخوام که چند دقیقه با شما صحبت بکنن و خودشون رو معرفی کنن و شما بیشتر با این عزیزان آشنا بشید. به هر حال این تم کمی تیم دستیان آموزشی رو گسترش دادیم به این خاطر که خب تنوع دروس اصول روحانی بیشتر هست و حجم تمرین ها یکم بیشتر هست و خب نیازمند این هستش که به هر حال بتونیم ما این دروس رو با کیفیت بالاتری خدمت شما ارائه بدیم و مفید باشه براتون این مطالب. به هر حال خب نیاز بود که از دوستان دیگری دعوت بفرماییم که این تم باشن. خب آقای معینی، مثل بنده که فارغ التحصیلان این دانشگاه هستن تو رشته تو مقطع کارشناسی و خب حالا آقای معینی هم چند ترمی هستش که در کنار استاد روحانی هستن و ما افتخار همکاری با ایشون رو داریم. ترم گذشته هم سه تا از بچه هایی که با استاد روحانی کلاس داشتن و خب بچه های با استعدادی هستن و عملکرد خیلی خوبی داشتن، ما دعوت کردیم که این ترم هم به جمع ما بپیوندن که افتخار رو دادن و حضور پیدا کردن و ما هم در خدمتشون هستیم. حالا در انتها هم ازشون مهم که چند کلمه صحبت بکنه که بیشتر باشون آشنا بشید. پیش نیاز این درس مفاهیم دیتابیس هست. به حال شما همتون یه درس سه واحدی دیتابیس پاس کردید و این درس رو گرفتید. فکر نمی‌کنم دیتابیس هم نیاز بشه کرد با این، مگر اینکه قبلا یک دور این درس رو گرفته باشید، حالا یا حذف کرده باشید یا به هر دلیلی افتاده باشید و حالا اومدید دیتابیس و آزو با هم نیاز کرده باشید. ولی خب الان میخوام بگم که مطالب درس دیتابیس رو قطعا یک دور قبل از این کلاس شنیدید، منتهای مراتب ما زیاد به دانسته های شما تکیه نخواهیم کرد به این خاطر که میدونیم یا یادتون رفته و یا مطالب رو با اون کیفیتی که باید و شاید بهتون تدریس نکرده باشن، چون استاد مختلفی در دانشگاه شما دیتابیس تدریس میکنن، برخی از این استادا بار اولشون هست، کاملا غریبن با مطالب و نمیتونن اونطور که باید پس مطالب بر بیان، برخی دیگر هم اون مطالبی که خیلی مهم هست رو خیلی سرسری میگن و نادیده میگیرن و بیشتر میپردازن به مطالبی که زیاد مهم نیست یا زیاد مورد بحث هستن، تئوری دیتابیس نیست، مباحثی که خیلی مهمتره مثل نرمال سازی که خیلی کم بهش پرداخته میشه. مثلا من میدونم خب مثلا حتی معلمای قدیمی دیتابیسی هم که حالا تو دانشگاه شما دیتابیس تدریس میکنن در حد یک جلسه به مفاهیم نرمال سازی میپردازن و در صورتی که مثلا استاد روحانی زمانی که دیتابیس رو میکردن 6 تا 7 جلسه رو من خاطرم هستش که رو بحث نرمال سازی میذاشتن و خب خیلی هم مطالب حالا ریاضیاتی بیشتری حتی نسبت به اون چیزی که باید گفته میشد رو میگفتن. تو بین شما هم من فکر نمیکنم کسی باشه که پاسگر رو باشه دیتابیس رو. من تو این بچه‌ای که حالا الان سر کلاس حضور دارن فقط خانم نیکبخت رو میشناسم که خب ایشون فکر کنم قبلا یه کلاس جاوا ای بود که ما برگزار کرده بودیم از طرف کانو کارآفرینی، اونجا خب یه بحثی ما بهم میگفتیم راجع به دیتابیس و اینو، من خاطرم هستش که یه صحبتایی توی اون کلاس کرده بودم برای بچه‌ها در رابطه با اینکه دیزاین دیتابیس به چه صورت هست. اول یادم مفاهیم نورمالیزیشن رو گفته بودم، اون بحث ریاضیشو، بعد یه مثالم زدم که مثلا اون دیتابیس اون وبسایتی که ما داشتیم از اول ترم می‌ساختیم و اینا، که مثلا آقا اینو چجوری ما با هم ریاضیات بتونیم دیزاین بکنیم، که راجع به دیزاینش صحبت کردیم و بعد بردیمش رو MySQL پیاده کردیم و در ادامه هم همون رفتیم ادامه بحث جاوایی رو گفتیم. ولی خب شاید حالا میگم دوستان حتی اونایی هم که خوب خونده باشن یادشون رفته باشه، رو همین حساب ما هم مطالب رو برای شما سعی میکنیم تو دو سه جلسه ریویو بکنیم. برای تم پیشی هم انجام دادیم و خب خوب بود به نظرم، چون تا
تمرینایی هم که بهشون دادیم در رابطه با دیزاین دیتابیس خیلی خوب تونسته بودن پسش بر بیان و به حال یه دیدی راجع به اینکه دیزاین دیتابیس چی هست پیدا کردن. ببینید من حالا یک کوچولو هم راجع به این درس آزمایشگاه دیتابیس صحبت بکنم. ما دیگه تو دانشگاه‌های خوبی که حالا تو ایران هستن مثل حالا شریف، تهران، امیرکبیر و اینا درس آزمایشگاه دیتابیس نداریم. کم کم این درس حالا از شریف که هست شده، تهران داره فکر کنم با حالا امیرکبیر نمیدونم، ولی میدونم دیگه شریف آزمایشگاه دیتابیس نداره و حتی هم تو دانشگاه‌های دیگه هم خیلی کم پیدا میشن که این درس رو داشته باشه. دلیلش اینه که مطالبی که توی درس آزمایشگاه دیتابیس قرار تدریس بشه آکادمیک نیست. خب این که مثلا کار با یک دی بی ام اس توی آزمایشگاه تدریس بشه، خب این هدف دانشگاه نیست و این چیزیه که خب به حال شما هم میتونید با دیدن حالا یه ویدئوی آموزشی یا مثلا گذراندن یه دوره کامل یاد بگیرید، کما اینکه اصلا نیاز به گذراندن دوره هم نیست، خیلی سلف استادی میشه اینا رو یاد گرفت. به این خاطر که خب علمی نمیخواد، یعنی بیشتر مطالب یه چیزایی است که شما باید مثلا کار با یک زبون رو یاد بگیرید، کار با یه سری تولز رو یاد بگیرید، کجا رو کلیک کنید چه شکلی بشه و اینا، و خب اینا رو دیگه بر نمیتابن که دیگه بخوام مثلا تو دانشگاه تدریس بکنن. اون دانشگاه‌هایی هم که حالا آزمایشگاه دیتابیس رو به صورت جدی پیش میبرن اینطور نیست که بیان به شما بگن که مثلا آقا با یک دی بی ام اس چطور میشه مثلا کار کرد، و حالا یک دی بی ام اس حالا چه اوراکل چه اس کیو ال سرور حالا و این دی بی ام اس هایی که وجود داره رو بیان و تو طول ترم به شما تدریسش. اونا میان چیکار میکنن؟ معمولا یک دی بی ام اس آزمایشگاهی دارن، یعنی خب دو سه تا فکالتی ممبرای اون دانشگاه یا دانشکده اون دانشگاه تو حوزه دیتابیس فعال هستن و به کمک دانشجوهاشون یه دی بی ام اس آزمایشگاهی ساختن و میان اون دی بی ام اس آزمایشگاهی رو به بچه‌هاشون سر کلاس معرفی میکنن و و در طول ترم حالا هم معرفی کردن اون دی بی ام اس هستش و هم این که به حال تمریناشون به این صورته که آقا این دی بی ام اس رو توسعه بدین. مثلا شما تو دی بی ام اس، مثلا شما تو درس دیتابیس خوندید قطعا که یک دی بی ام اس از چه اجزایی تشکیل میشه. اصلا نمیدونم فرق دیتابیس و دی بی ام اس رو میدونید یا نه، مثلا الان کسی اینجا هستش که بتونه به ما توضیح بده دیتابیس چیه و دی بی ام اس چیه و چه فرق این دوتا با هم دارن؟ کسی از دوستان میتونه این توضیح رو به ما بده، فرق دیتابیس و دیتابیس منیجمنت سیستم به طور اختصار دی بی ام اس چیه؟ خب آقای نادری حالا نکته ایو میگن که زیادم غلط نیست. دی بی ام اس از اسمش هم که همونتون مشخصه منیجمنت داره داخلش و یه بحث مدیریتی، یک نرم افزاره، یک نرم افزار مدیریتیه. و حالا دیتابیس چیه؟ مثلا ما اگه به یک نفر بگیم دیتابیس رو تعریف کن چی میگه به ما؟ مثلا شما فکر کنید که مثلا بله یه سری مدیریت های توی نرم افزاری که مجموعه مدیریت ها رو داره، بله یه دی بی ام اس حالا راجع به اینکه اون مدیریت ها چی هستن هم صحبت میکنیم، ولی دنبال اینو کنیم دیتابیس چیه، چون یه اصطلاح دیتابیس هم داریم، اون چه فرقی با دی بی ام اس داره؟ مثلا شما تصور کنید که یک روز دارید تو خیابون رد میشید، حالا یک بچه مدرسه ای این سرتقا که خیلی اذیت کنه مثلا به شما برمیخوره و میگه که شما مثلا مهندس کامپیوتری، من این چیز شنیدم مثل دیتابیس، این چیه؟ مثلا شما چی بهش میگید؟
البته ما اینا رو تو اون کلاس های ریویو مفصل توضیح میدیم، یعنی اینکه تعریف دیتابیس چی هست رو هم میگیم، چون میدونیم که پیش زمینه بچه ها ضعیفه توی این بحث کانسپت ها و مفاهیم و بیس بچه ها خیلی اشکال داره، و چون تو بیس ضعیفن معمولا هم در ادامه یکم نمیشه زیاد توقع داشت که حالا بتونن اون مطالب در ادامه کار رو هم با حالا بحث بهتری دنبال بکنن. ما ببینیم که یکی از دوستانتون هم مثل که توی گوگل میت میخواد بیاد سر کلاس، ما بهشون توضیح بدیم. خب سلام آقای امیدی، صدای من رو دارید؟ ما کلاسمون رو سامانه دان برگزار میشه، شما اگه وارد سامانه دان بشید در همون صفحه ابتدایی شناسه جلسه و گذر واژه‌ای که توی این بخش چت من نوشتم رو اگه وارد بفرمایید وارد کلاس میشید. من دوباره مجدد اون شناسه و گذر واژه جلسه رو براتون ارسال کردم که بتونید با کمک اون وارد کلاس بشید. بله خانم نیکبخ، حالا خوب توضیح دادن دیتا، ریلیشنشیپ، کانسترینت و اسکیما. حالا این تیتی یه بحث دیگه است که بیشتر مطرح نمیشه تو فعلا تعریف دیتابیس، یعنی ما تو خود تعریف دیتابیس، یعنی این تیتی خودش به تعریف دیتا کمک میکنه. ما موقعی که میخوایم دیتا رو تعریف بکنیم توی دیتابیس از این تیتی کمک میگیریم، از مفهوم این تیتی. ولی خب همینطور که خانم نیکبخ فرمودن، دیتا، ریلیشنشیپ، کانسترینت و اسکیما چهار مؤلفه هستن که اگر ما بدونیم این چهار مؤلفه هر کدوم چه چیزیست، یعنی در رابطه چی داره صحبت میکنه و چه مفهومی پشتشونه، میتونیم با کنار هم قرار دادن این چهار مؤلفه مفهوم دیتابیس رو توضیح بدیم. که خب حالا ما دیگه بیشتر از این وارد نمیشیم، فقط میخواستم ببینم که مثلا تو مینو بچا کسی که تا پال فورتیه رو خونده باشه و اینا. خب خانم نیک وقت این کار انجام دادن و خب خیلی خوبه. حالا ما توی اون جلسه ریویومون حتما دیتابیس رو موقعی میخوایم تعریف کنیم تک تک این کامپوننت هایی که خانم نیک وقت فهمودن رو اونجا توضیح میدیم و خب با کنار هم قرار دادن اونا کلمه دیتابیس رو تشریح میکنیم. حالا اگه بخوایم یکم راجع به دی بی ام اس هم صحبت بکنیم، ببینید دی بی ام اس یک نرم افزار مدیریتی است، اما چه چیزی مدیریت میکنه؟ فیچرهای دیتا رو. دیتا هفت فیچر داره: کانسیستنسی، ولیدیتی، شیرد بودن، سکورتی و ویژگی های دیگه که اونم با اون جلسه ریویو هر کدوم اینا رو توضیح میدیم که فیچرهای دیتا این هفت تا چی هست و هر کدوم چه مفهومی داره. و دی بی ام اس کارش مینتین کردن اون هفت فیچر دیتا است. حالا کامپوننت های مدیریتی دی بی ام اس، یکیش ترانزکشن منیجمنت، یکیش کانکارنسی کنترله. ما ترانزکشن ها رو موقعی به صورت کانکارنت اجرا میکنیم، بعد یه طوری این ترانزکشن ها اجرا بشن که خواص اسیدیتی رعایت بشه. خواص اسید کسی از دیتابیس دیدش هست؟ اتومیسیتی، کانسیستنسی، ایزولیشن و دیورابیلیتی. چهار حرف اول این کلمات رو کنار هم بذارید میشه اسید. و حالا میگم باز اینا برمیگره به همون مفاهیم اولیه دیتابیس که شما واسه تو همون درس دیتابیس اینا رو یاد میگرفتی. و خب کانکارنسی کنترل دارن این خواص اسید بودن ترانزکشن ها، یا اسیدیتی به اصطلاح، به اصطلاح میگن اسیدیتی، این اسیدیتی رو داره حفظ میکنه. و حالا یه کامپوننت دیگه این مجموعه مدیریتی مثلا میشه ریکاوری منیجمنت. مثلا آقا گرامی ترانزکشن ها اجرا شدن، مثلا یه جای ابورت کردن، ما باید دیتابیس رو برگردونیم به اون استیت قبل از شروع اجرای ترانزکشن ها. خب نیاز داریم ریکاوری بکنیم، بحث ریکاوری منیجمنت میاد. بعد ریکاوری معمولا بر اساس لاگ هایی که ذخیره میشه از اتفاقاتی که تو دیتابیس میفته صورت میگیره، پس یه لاگ منیجمنت دوباره اضافه میشه. برای اجرا شدن اون دستورات SQL و کوئری هایی که شما میزنید نیاز ما داریم به یک کامپایلر که بتونه این دستورات رو تبدیل بکنه به یک زبان اگزیکیوتیبل. پس یک کامپایلر میخواید، کوئری کامپایلر میخواید.
بعد گاهن این کوئری که شما می نویسید بعد به آپتیمایزن شکل ممکن نوشته بشه، کوئری آپتیمایزر می خواهیم. و حالا موقعی که این دستورات اجرا شد به یک زبان میانی، بعد اون زبان میانی رو دی بی ام اس عملیات انجام بده، یعنی باید اجرا بشه و کوئری اکزیکیوتر میخوان. حالا مثلا ممکنه دی بی ام اس شما یه سری ایندکس داشته باشه، یه ایندکس منیجمنت میخواین، و حالا ممکنه این ایندکس رو با توجه به اون ساختار دیتا استوریجی که دیتا رو دارید به صورت فیزیکال روش ذخیره میکنید چیده بشه، پس ما یک فیزیکال استوریج منیجمنت میخواین که حالا بعدا این ممکنه بافر و کش و اینا استفاده کنه، بافر منیجمنت میخواین و کلی منیجمنت های دیگه، سکیوریتی منیجمنت، و حالا حتی الان این بحث های دیستریبیوتد دیتابیس ها هست که اصلا اونا یه چیز دیگه عجیب غریب تر، کلی مطالب دیگه میخواد که اینا علیه حال این کامپوننت های مدیریتی در کنار هم دیگه دی بی ام اس رو میسازه. و اونا توی آزمایشگاهشون داشتن میگفتم که همین کارو میکنن، یعنی سعی میکنن یک دیتابیس آزمایشگاهی، یک دی بی ام اس آزمایشگاهی بسازن، یعنی با پیاده کردن حالا این چند تا از این مدیریت ها و حالا بچه ها بخوان که توسعهش بده. و ما نداریم یک چنین چیزی تو دانشگاهمون، تو ایران من ندیدم همچین چیزی، حالا چه برسه فقط این دانشگاه. و روی این حساب هستش که خب دانشگاه دیگه میگن آقا ما نمیگیم دیگه آزمایشگاه دیتابیس فایده، حتی آزمایشگاه او اس هم به همین صورت، یعنی تو جاهای دیگه آزمایشگاه او اس هم که میخوان تدریس بکنن لینوکس یاد بچه ها نمیدن، و یه او اس آزمایشگاهی هست که با اون شروع میکنن کار کردن. حالا ما درسمون سه بخش داره. بخش اولش همون مفاهیم دیتابیس دیزاینه، یعنی آقا شما به عنوان یک کسی که کارش دیتابیسه، زمانی که یک پروژه نرم افزاری قرار هستش که اینیشییت بشه و حالا تعریف بشه و روش شروع کنن کار کردن، قطعا یکی از بخش‌های مهمی که توی اون پروسس مدل شروع به آنالیز، دیزاین، تست، ایمپلیمنت و حالا تمام مراحل ساخت یک سافتور هست، یکی از نقش‌های مهم و حساس اون پروسس مدل جایی است که یک فرد قرار دیتابیس دیزاین بکنه. و موقعی که یک دیتابیس خوب دیزاین نشه سیستم از بین میره، یعنی اون سیستم تا آخر اون به درد نمیخوره، یعنی اینجوری قلب تپنده هر سافتوری دیگه امروز دیتابیس. پرفورمنس سیستمی که شما امروز دارید استفاده میکنید اگر خوب نیست معمولا به خاطر دیتابیس، یعنی دیتابیس بدی دیزاین شده و لود زیادی رو داره به سیستم تحمیل میکنه و از عملکرد سیستم داره کم میکنه. من حالا این قضیه که دارم میگم مال خیلی وقت پیشه ها، یعنی الان نمیدونم داستان چجوریه، ولی مثلا من خاطرم هستش که دو سه سال پیش مثلا یکی از دانشجوهای استاد روحانی تو دیتابیس بیرون کار میکرد، بعد مثلا این توی شرکتی بود که سرورای این آموزشگاه های زبان سفیر مثلا دست اینا بود، این یه دونه آموزش پرورش یه سامانه داشت، نمیدونم سنام بود سجاد بود چی بود، یه همچی سامانه ای داشت، اونم مثلا دیتابیسش دست اینا بود دیگه. بعد اون مثلا تعریف میکرد میگو مثلا آقا ما جدولامو زیر 100 تا ستون نداره، مثلا ما تو سر نورمالیزیشن مثلا توضیح میدیم که 3 تا ستون، مثلا یه جدول 3 ستونه چقدر برای ما معضلات ایجاد میکنه، بعد اینا مثلا گفت 100 تا ستون کنار هم میچیندن توی جدول، بعد دیگه میگفت ایده بعد این جدول حکم سر رسید برای ما پیدا میکنه، یعنی مثلا ما بدون که اطلاعات رو سر رسید بنویسیم تو این جدول ها مینویسیم، موقعی که بخوایم بریم پاک کنیم میریم دستی میگردیم پیدا میکنیم پاک میکنیم، چون اون دیتابیس هیچ فایده و کاربردی نداره برای ما، یعنی انقدر بد دیزاین شده که فقط مثلا اون شرکت 4 نفر آدم استخدام کرده بود اینا بگردن تو دیتابیس ها یه سری رکورد آپدیت بکنن، یه سری رکورد پاک بکنن، مثلا کاری که باید به صورت اتوماتیک و اتوماسیون باشه. خب این دیگه ضعف چیزاست دیگه، مثلا چند وقت پیشم فکر کنم اسنپ بود نمیدونم چی بود که ساختار دیتابیسش لو رفته بود و داده بودن بیرون، و حال اینا ایرادای کار هست. و حالا ما توی این مباحث سعی می‌کنیم به شما یاد بدیم که شما به عنوان یک دیتابیس دیزاینر چطور میتونید دیتابیس دیزاین بکنید. خب بحث اول این هستش که یک کسی که اول میخواد دیتابیس دیزاین بکنه آیا باید به دیتا مدل فکر بکنه یا نه، یعنی من موقعی که میخوام دیتابیس دیزاین بکنم آیا باید به این فکر کنم که دیتابیس من چه دیتا مدلی داره،
دیتا مدل هم ریلیشنه، گرافه، کی ولیو بیسه، کالم بیسه، داکیومنت بیسه، چی چی بیسه. یا اینکه نه، من اول یک دیتابیس به صورت سمانتیکالی خیلی ابسترکت دیزاین بکنم و بعد اون رو مپش بکنم حالا به هر دیتا مدلی که میخوام. این دو روش ما تو دیتابیس داریم. روش اول تاپ داون اپروچه، روش دوم باتم اپ. محبوب ترین و معروف ترین روشش هم تاپ داون اپروچ، یعنی اول میان سمانتیکالی یه دیتابیس دیزاین میکنن بدون در نظر گرفتن دیتا مدل. بعد از اینکه اون سمانتیک مدلینگ صورت گرفت، حالا میان اون سمانتیک مدل رو تبدیل میکنن به دیتا مدل مورد نظر. سمانتیک مدلی هم که معمولا خیلی مورد استفاده قرار میگیره همون انتیتی ریلیشنشیپ یا ای آر هست، که میان دایگرام های ای آر دی رو به شما معرفی میکنن که میگن شما با استفاده از این ابزار میتونی فارغ از اینکه دیتا مدل دیتابیس چی هست دیتابیس دیزاین بکنی. و بعد که دیزاین کردی، سمانتیک مدلینگ رو انجام دادی، اون مدل ای آر رو مپ میکنن به ریلیشنال. و بعد حالا تو مدل ریلیشن ما چون قواعد نرمال سازی و نرمال فرم و اینا تعریف کنیم، اینا رو بررسی میکنن که جداول در بالاترین سطح نرمال خود قرار بگیرن و پس از اون ریلیشن ها رو با استفاده از دستورات SQL بخش DDL Data Definition Language توی دیتابیس پیاده میکنن. و خب این روند هست، روند با تماپ هم داریم، یعنی از پایین به بالا. مثلا قطعا آقای سی جی دیت تو اسمشو شنیدید، چون سی جی دیت معروف ترین نویسنده کتاب دیتابیسه. یه آدمی که کل عمرشو وقف دیتابیس کرد، فقط هم دیتابیس ریلیشنال. یعنی خیلی حرفها مثلا شما کل زندگیت راجع به دیتابیس ریلیشنال صحبت کرده باشی، کلی هم کتاب نوشته. حالا اگه کسی علاقه داشت میتونه به کتاب راجع به تک تک بحث های دیتابیس رابطه ای یه کتابشون نوشته. و یه کتاب خیلی معروف هم داره مارسا 2003 که بایبل درس دیتابیس تو دنیاست دیگه، یعنی مثلا هر کی میخواست دیتابیس درس بده این کتاب اون که بایبل داشت دیگه برای این درس. مثلا ایشون تو اون کتاب، من خاطرم هست که کتاب خب مارسا 2003 بود دیگه، اون موقع تازه مدل ای آر اومده بود. خب ایشون هم به تبع اومد همینو گفت، گفت بله مثلا شما میتونید بیایید با ای آر سمانتیک مدلینگ بکنی فارغ از اینکه دیتا مدل چیه، و بعد حالا اینو مپش کنی به ای آر. حتی توضیحاتی هم داده بود خیلی سطحی و ابسترکت راجع به اینکه ای آر چیه، سمانتیک مدلینگ چیه، چجوری ما اینو مپش کنیم به ریلیشنال و اینا. منتها خاطرم هست فصل 14 کتابش اگه اشتباه نکنم، حالا باز ببرم یه مروری بکنم، اون آخرها یه بخش شروع داره که خیلی محترمانه و در کمال ادب نقد میکنه سمانتیک مدلینگ رو و از اشکالات و معضلات این روش شروع میکنه صحبت کردن که آقا مثلا این کارو شما میکنید بده به این دلیل به این دلیل به این دلیل. شما نباید اصلا به ای آر و سمانتیک مدلینگ فکر کنید، شما فقط به همون دیتا مدل فکر کن و با استفاده همون دیتا مدل برو جلو. و دیدگاهش این بود. سال 2019 کتاب نوشت به اسم Database Design All Normal Form Jazz ادیشن 2 انتشارات ایپرس سال 2019. بعد تو اونجا همون اول کار اومد، اول کار هم نتازه، اون آخر 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 یه بخشی داشت نوشته بود من میخوندم، میگفتش که شاید با خودتون فکر کردید که ما کتاب نوشیم راجع به Database Design، حدودا 600 صفحه کتابه و هیچ صحبتی راجع به بحث سمانتیک مدلینگ و ای آر نکردیم، چون اصلا تو خودمون نیدیم بخوایم وقتمون رو با اینجور چیزا تلف کنیم. یعنی دیگه اون ادب و اینا رو هم میذاره کنار، یه حال اساسی کلا به سمانتیک مدلینگ میده که این اصلا ما آدم حسابش نمی‌کنیم، این یعنی چی فلان و اینا. و تا کتابش هم یه 5 6 کیس استادی داره که به صورت عملی نشون بده که این مفاهیم نرمال سازی رو چطور میشه مستقیم تو صنعت استفاده کرد بدون اینکه نیاز به ای آر یا ای آر باشه. منتها اگه ما بخوایم اون اپروچ پیش ببریم، نیاز داریم که کل یه سری مفاهیم خیلی تئوریکال ریاضیاتی که سنگین به شما بگیم که خب میبرید تو دیگه درس یه وایدی هم جمع نمیشه. مثلا خب استاد روحانی هم با نظر سی جی دیت خیلی موافق بود، هیچ وقت ای آر دی یاد نمیدادن، یعنی هیچ وقت راجع به سمانتیک مدلینگ سر کلاسشو صحبت نمیکردن، فقط ضعفاشو بیان میکردن و مستقیما میپرداختن به بحث نرمالیزیشن و اینکه ما موقعی که میخوایم دیتا بیس دیزاین بکنیم از سطح دیتا مدل شروع بکنیم، یعنی تاپ یعنی باتم اپ اپروچ بیایم. که خب اون میگم یه درس سوادی تئوری هست که اگر بود قطعا ما هم همین کارو میکردیم، ولی خب اینجا متاسفانه نمیرسیم، مجبوریم به شما همون سمانتیک مدلی یا همون روش تاپ داون اپروچ رو بگیم تو بحث دیتابیس دیزاین.
پیاده سازی دیتابیسمون هم تو زمینه دی بی ام اس ها میبریم رو اوراکل. اوراکل نصبش یکم شما رو اذیت میکنه. حالا نمیدونم کسی بچه اینجا تجربه کاو دیتابیس اوراکل رو داشته یا نه. رو ویندوزش هم حتی سخت نصب کردن. ولی خب اوراکل رو نباش رو ویندوز نصب کرد. سیستم عامل اوراکل ساخت شرکت اوراکل و ساخته شده برای کار بر روی سیستم عامل هایی که مال خود شرکت اوراکل، مثل سولاریس یا مثل اوراکل لینوکس که یه مدل RPM بیس و مبتنی بر رد هات، یعنی بیسش رد هاته ولی خب چون اوپن سورس بوده اینا تونستن بگیرن و کار بکنن روش و اوراکل لینوکس رو بسازن و حتی مین فریم درست کرده برای چیز. من اجازه بدید ببینم میتونم صفحه‌مو شیر کنم. بله خب حتی مین فریم هم داره اوراکل اگزا دیتا. بله این اوراکل اگزا دیتا یه همچین چیزیست که شما میبینید. من ایمیجاشو بیارم اینجا سعی کنم راجع به آرکیتکچرش هم صحبتی بکنیم اگه دوست داشتید. حالا یعنی میاره این تحریمی ما معمولا 403 این ما اگه بیاره که دمشی هم حتی اینجا عکساش هم هست ولی خب بیشتر حالا یه چنین حیولایی من خدا این فکر کنم ملاحظ بهتر باشه. بزنیم لود میشه. تحریمو بیچاره کرد. نه نه این بود اوراکل میگم 403 بیشتر برای ما. حتی اینم نه این بود مال K21 آکادمی اونم ما رو آدم حساب نکرده با اون صورت. شکلش که همینه، یعنی شکلش رو قطعا میشه حالا با کیفیتش هم پیدا کنم. این با کیفیت ایشالا این آره این سایت ما رو زیاد تحریم نکنه. بله یه چنین چیزیه همونطور که ملاحظه میفرمایید. البته سانم روش همچنان میزنن ولی خب الان شرکت دیگه اوراکل تغییر پیدا کرد. مثلا این اگزا دیتا ها من خیلی گشتم یه دونه تو ایران پیدا بکنم برم کارآموزی که کارواشو یاد بگیرم. نداریم تحریمی، کسی هم این کارش نیست. یه مین فریمی که ساخته شده برای این دیتا بیس سرور بودن و معماریشو حتی من میخوندم کاملا این معماری ساخته شده برای کار با دیتابیس اوراکل، یعنی استوریج ها، مکانیزم ذخیره سازی دیتا رو استوریج ها، الگوریتم هایی که پشت بازیابی و ذخیره سازی دیتا روی استوریج ها هست، او اسی که روشه، ساختار مموری، ساختار پردازنده و همه و همه و همه کاملا اسپسیفیک ساخته شده برای اینکه ما چیکار بکنیم روش اوراکل کار بکنیم. که حالا من این معماریشو میخواستم نشونتون بدم که نمیاره. حالا اینجا شاید یه چیزایی بیاره، من نمیدونم این سایتی که مال اوراکل نیست ولی چرا تحریم نمیاره من نمیفهمم دیگه. اینا حالا اینم نیورد اینجی. این هم زیاد داره خالی میبنده. این مال خود اوراکل هم نگی. آره مثلا این ساختار داخلیش رو دوست داشتم ببینید که مثلا کجا پردازنده قرار میگیره، کجا مموری و اینا، اون رکاش جوریه. حالا اگه خواستید یه سرچ بزنید، من اون چیزی که دنبالش دارم نتونستم پیدا کنم، شاید به خاطر اینکه تحریم اون سایت اون دیتا لوگش رو نمیورد برای ما. ولی حالا فیلد شکنتون رو روشن بکنید و اوراکل اگزا دیتا رو که سرچ بکنید حالا میاره. خلاصه خواستم میگم که اوراکل این قدرت رو داره که ما حالا بتونیم کار بکنیم روش و اینا. منتها ما حالا سایت درسم بیارم ادامه بحث ما رو اون پیش ببرم. پس ما روی اوراکل کار میکنیم. منتها مشکلی که هست اینه که خب نصبش سخته. ما حالا من خدا خاطرم هست یه سایتی بود قدیما ما روش کار میکردیم
بعد مثلا ما دیتابیس سرور حالا همین وی پی اس های در هم یه وی پی اس گرفته بودیم، مثلا هم روی سولاریس اینستال کرده بودیم، هم روی اوراکل لینوکس، و خیلی اذیت میکنن اینستالشنش چون توی سیستم، چون ببینید کاری که اوراکل موقعی که شما روی مثلا اوراکل لینوکس یا روی سولاریس اینستالش میکنید، کاری که میکنه اینه که میاد یه بخشی رو پارتیشن میکنه توی هارد دیسکتون، یه بخشی هم مموری هم میگیره و کاملا او اس رو بایپاس میکنه. یعنی میگه آی او اسی که مثلا تو وظیفت اینه که استوریج رو منیج کنی، تو وظیفت اینه مموری منیج کنی، به ما مموری بدی، به ما اجازه دسترسی به استوریج بدی، تو برو گم شو. بایپاست میکنه، یعنی میگه تو برو کنار، چون اگه من بخوام این سرویس رو از تو بگیرم خیلی پرفورمنس هم میاد پایین، خودم بعد این کار رو انجام بدم، و کامل او اس رو بایپاس میکنه و خودش وارد کار میشه. برای همین یکم اینستالیشن سخت میشه. حالا بری 4 گیگ مموری رو اختصاص بدی فقط مثلا به این سافتور و چیزهای دیگه‌ای که حالا هست، تنظیمات کرنل داره یه قسمتایش. البته من شنیدم الان جدیداً یه پکیجی درست کردن که اونایی که میخوان روی مثلا سولاریس و اوراکل لینوکس اینو اینستال بکنن، اون پکیج اسمش پری اینستال اوراکل، اونو اگه مثلا نصب کنم یه سری اتوماسیون داره که خودش انجام میده این کارو، مثلا قدیما دیگه بیچاره نمیکنه. ولی اون موقعی که ما اینستال میکردیم مثلا 11G و 12C بود. من آخرین باری هم که بکنم دیگه یه چیزی اوراکل نصب کردم 18C بود، ولی الان 19C اومده، 20C هم به زودی میاد و هر روز داره یه مدل ورژن جدیدی ازش میاد. حالا ما میخوایم با اوراکل کار کنیم، ولی نمیخوایم شما سختی نصبش رو زیاد تحمل بکنیم. اوراکل اومده یه لطفی کرده به ما، یه انشالله اینم تحریم نیستیم دیگه، یه بحث کلادی رو انداخته اوورد خودش. آره خب اونایی که حالا کلاد کار میکنن میدونن دیگه، مثلا ما یه سری چیزا داریم تحت کلاد، یکیش هست سافر از سرویس SaaS، یعنی شما مثلا میتونی بیای یه سافری رو تحت کلاد به عنوان سرویس به مردم بدی. و حالا اوراکل هم چی کاری کرده، مثلا دیتابیس اوراکل 19C رو اومده روی یه بحث کلادی برده بالا، شما کافیه فقط ثبت نام بکنی، بعد از اینکه ثبت نام کردی میتونی وارد بشی و اینجا شروع بکنی SQL کار کردن. یه SQL ورشیت داره، حالا نه ما الان لاگین نکردیم اجازه میده وارد چی میونه نه فکر کنم میگه بله لاگین کن. علیال مود جلسه ما ترم پیش یه فیلم آموزشی برای بچه‌ها درست کردیم، نحوه ثبت نام تو سایت اوراکل رو توش توضیح دادیم که بچه‌ها بتونن ثبت نام بکنن، از همین بحث وب بیس لایو SQL استفاده بکنیم. یعنی لایو SQL همون دیتابیس وب بیس اوراکل هست، تحت کلاد داره به ما میده که ما بتونیم بدون اینکه لازم باشه اوراکل نصب کنیم، کار با اوراکل رو اینجا تمرین بکنیم. و خب این خیلی خوبه دیگه، لازم نیست چیزی نصب کنیم و ازش استفاده میکنیم. این سایتی هستش که حالا یکم بریم جلوتر، زمانی که ما بحث دیزاین رو بگیم و اینا، موقعی که برسیم به این بخش یعنی DDL command و بخوایم پیاده بکنیم دیتابیس رو، اون موقع ارزم خدمتتون که اینا رو میگیم. بخش دوم درس ما میپردازه به اینکه چجوری کوئری بنویسیم و یا دیتابیس اپلیکیشن بنویسیم. خب ما ترم پیش این دیتابیس اپلیکیشن نوشتن نرسیدیم به بچه‌ها بگیم، یعنی که با جاوا شما بتونی یک دی بی اپ اصطلاحا هم بنویسی. ما تا بحث نوشتن کوئری رو مفصل توضیح میدیم، یعنی دستورات DML Data Manipulation Language و تکنیک های کوئری نویسی یاد میدیم. من حالا توی یک جلسات فکر کنم روز یک شنبه بود گفتم، چون حالا کلاس داره ضبط میشه به شما میگم که توی این ویدیو باشه. ببینید به شما سینتکس SQL آموزش میدن، به خصوص این آموزشگاهایی که بیرون هستن و اینا، منتها کوئری نویسی بهتون یاد نمیدن. ببینید زبان SQL یک زبان دکلریتیوه، خیلی فرق میکنه با یک زبان امپریتیو مثل سی یا جاوا، سی پلاس پلاس و اینا. فرق چیه؟ شما تو زبان امپریتیو چگونگی رو توصیف میکنید، یعنی میپردازید به بحث هاو، این همچنین چیزی. مثلا من میگم که آقا شما بیا این آرایه رو بگی سورت کن، شما میگی چگونه، من چگونگی سورت آرایه رو توصیف میکنم. آقا مثلا تکنیک سورتینگ من مرج سورته، کویک سورته، بابل سورته، چه میدونم چی سورته، رادیک سورته، ها شل سورته. حالا این چگونگی سورت رو شما شروع کن توصیف کردن. مثلا خب یه بحث مثلا شما کویک سورت رو در نظر بگی یا مرج سورت رو در نظر بگی، مثلا یه بحث ریکرسیو داره، من بر ریکرسیولی مثلا این فانکشن رو تعریف کنم، یا مثلا نه یه سورت مثلا خیلی معمولی دارم، اینزرشن سورت مثلا،
یا سلکشن سور. مثلا خب اینا رو میگیرم به صورت مثلا یه فرمی نویسم، بعد میگم عنصر اول با عنصر فلان مقایسه کن، اگر اینطوری بود اینا رو جابجا کن، فلان کن. داری چگونگی رو توصیف میکنی. ما تو SQL چگونگی رو توصیف نمیکنیم، ما تو SQL چیستی رو توصیف میکنیم، یعنی میشه وات، زبان دکلریتیو دیگه. یعنی ما دیگه سورت رو داریم، تو اصلا به سورت فکر نکن، تو فکر کن سورت رو داری، تو فکر کن جستجو رو داری، بس لازم نبری الگوریتم سلکشن یا الگوریتم سرچینگ بنویسی، تو اینا رو داری، اینا باید استفاده کنی. اینجا بچه‌ها کم میارن، چون تا حالا برنامه که می‌نوشتن دید رو توصیف چگونگی بوده، اینجا که می‌رسن به چیستی براشون خیلی دنیای غریبیه. بعد معمولا چیکار می‌کنن برای اینکه راحت‌تر باشن؟ SQL که نمی‌نویسن، چیکار می‌کنن؟ مثلا با همون سلکت فرام ور ساده میاد اون دیتا رو دیتابیس می‌کشه بیرون، میاره تو دنیای برنامه نویسی، مثلا میاره تو جاوا. خب یه حجم زیادی هم مموری رو صرف کنه، کل اون اطلاعات رو میکشه میندازه رو مموری و بعد شروع میکنه خودش الگوریتم های جستجو و سلکت و اینا رو مینویسه تا دیتا ها رو توی اون مثلا اطلاعاتی که از دیتابیس خونده دراره. خب این خیلی کار اشتباهیه. خود SQL انقدر ضعیف بود یه فکری بالش میکردن، حتما انقدری قوی هست، انقدری پسش بر میاد که چیز دیگری بهش اضافه نمیکنن. ولی خب چون تکنیک کوئری نویسی ما بلد نیستیم، کارمون سخت میشه. حالا ما سعی میکنیم تکنیک های کوئری نویسی به شما یاد بدیم، نستد کوئری نوشتن، کوریلیتد، نان کوریلیتد و یا میکسچر هر دوتاش. حالا انشالله عمری باقی باشه خواهید دید. یکم راجع به PLSQL صحبت میکنیم که مختص خود دیتابیس اوراکل هست و به شما اجازه میده بتونی پروسیجر بنویسی، حالا هم بحث استاتیکش هم داینامیکش. و حالا اگه برسیم هم میگم یکم راجع به JDBC و اینکه چطور با جاوا میشه اینا رو نوشت. یه بخش سومی هم داره، ما پاکش کردیم از سیلابس، ترم پیش تو سیلابس بود، یکم بچه‌ها رو ترسونده بود. بخش سومش میشه همین که بریم روی دیتابیس آزمایشگاهی کار بکن، که خب چون دید برنامه‌نویسی ضعیفه، مفاهیم دیتابیس ضعیفه، ما بیخیالش میشیم و بیشتر به همین تو بحث میپردازیم. رفرنسمون هم به این صورت هست. خب یکی از بهترین رفرنس‌ها داکیومنت‌های خود سایت اوراکل که خب ما یه لینکشو گوشیم، 21C آخرین ورژن اوراکل هست داکیومنتاش، که حالا میتونید اونجا استفاده بکنید. بحث نورمالیزیشن رو رو همین کتاب سی جی دیت میگیم، دیتابیس دیزاین اند ریلیشنال تئوری، نورمال آل نورمال فرم جاز مالتیشنال دپرس. بحث سمانتیک مدلینگ ER EER رو روی کتاب رامزل ماستری میگیم، استود دو سه فصل خیلی خوب راجع به سمانتیک مدلینگ صحبت کرده. خب کتاب آقای جانگو آپل، خب کتابایی هستند که روی SQL نویسی صحبت میکنن، اون تکنیک های کوئری نویسی و ایناست که بد نیستش. حالا هر جایش خوب باشه ما میکشیم بیرون و توضیح میدیم. این رفرنس اولا به این خاطر گوشه که شما یه دستور تو اوراکل رو ببینید تو TSQL و MySQL به چه صورت. ما یه چیز داریم اسم SQL استاندارد ANSI که یه سازمان استاندارد سازیه، با کمک ایزو SQL رو استاندارد کردن. منتها خب این استاندارد دیگه، حالا اینکه DBMS هایی که موقعی که ساخته میشه چقدر این استاندارد رو رعایت بکنه متفاوت. در همین مثلا یه SQLی که شما تو اوراکل میزنی یکم با TSQL SQL سرور یا حتی SQLی که تو MySQL میزنید فرق میکنه، که حالا ما اونم میگیم و توضیح میدیم. کتاب نمیدونم چندم مال چشته اوریلی هست که بحث اوراکل PLSQL رو توضیح میده، و کتاب های دانیل لیانگ هم اگر بخوایم برسیم و بحث DB اپلیکیشن یا DB اپ نوشتن رو توضیح بدیم احتمالاً از روی این کتاب خواهیم گفت، که حالا نمیدونم برسیم یا نه. بحث نمره شما ها هم 5 تمرین خواهید داشت تو طول ترم. ما امتحان فاینال و مید ترم نداریم، ارائه هم از شما نمیخوایم، فقط 5 تمرینه. هر بخشی که یکم بره جلو مثلا ما یه تمرین میدیم که شما مطالب خونه برای خودت کار بکنی. یعنی اینطور نیستش که فکر کنید مثلا تمرینا قرار هست شما خیلی بری فکر کنی، بری تحقیق کنی، نه، همون مطالبی که توی کلاس گفته میشه است. مثلا من خودم توی یه فیلم میام یه سناریو میذارم، سناریو مثلا راجع به بحث مثلا پزشکیه، خب بعد شروع میکنم از توی این دیتابیس دیزاین کردن میرم جلو، بعد میگم دیدید بچه‌ها من چجوری توی این دیتابیس دیزاین کردم. خب یه مونه مثلا سناریو ما به شما میدیم، مثلا راجع به یه شرکت میخوایم کارمنده و اطلاعات اونا رو مثلا ذخیره میگم، خب بچه ها همون تکنیکی که ما رفتیم شما برید دیزاین کن. این یه تمرین. حالا بچه ها من این دیزاین رو چجوری تبدیل کردم به ریلیشنال،
اینجوری. خب شما هم همون سناریو رو تبدیل کن به ریلیشنال، اونم میشه یه تمرین. این ریلیشنال رو من چجوری پیاده میکنم تو اس کیو ال، تو لایو اس کیو ال؟ شما اون ریلیشنال تو پیاده کن تو لایو اس کیو ال، این میشه دوره تمرین دیگه. خب این کوئری ها رو ببین، من مینویسم روی این اجرا میکنم خروجی میده، این کوئری ها رو تو برو بنویس و خروجی میده. یعنی قدم به قدم با هم پیش میریم تو این پنج تمرین که بتونیم هم بحثو خوب در بر بگیریم و هم اینکه خب بتونیم شما رو ارزیابی بکنیم. نکته دیگه ای ندارم بگم. تو این سایت هم گفتم این بخش هیر اگه بزنید این سیلابس رو صورت پی دی اف هم خواهید دید، همون پی دی افی که من براتون قرار دادمه و میتونید اونجا دسترسی داشته باشید. این گوگل میت رو من بعدا پاک میکنم چون دیگه رو گوگل میت نیست، روی دان برگزار میشه و ما دیگه روی گوگل میت کلاسی نخواهیم داشت. خب از دوستان دستان آموزشی ما که فکرم حضور دارن ازشون میخوایم که حالا خودشون معرفی بکنن، بنده اجازه بدید بهشون دسترسی بدم. خب الان فکرم به خانم امدادی دسترسی دادم، اگر خانم امدادی هستید ما چند کلمه در خدمت شما باشیم که خودتون رو معرفی کنید، بچه ها با شما آشنا بشن. من همه دوستانی که حالا حضور داشتن رو به مدیر تغییر دادم فکر کنم الان خانم. سلام. سلام. بله بفرمایید. صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول تشکر میکنم از شما آقای خوشچین و جناب دکتر روحانی که لطف کردید این لطف رو در اختیار من قرار دادید تا تو جمع دوستان باشم. خوشحال میشم اگه هر کمکی از دستم برمیومد بهم بگید، در خدمتتون هستم و امیدوارم که ترم خوبی رو در کنارم باشید. خیلی ممنون از شما، خواهش میکنم. ما امیدواریم که ترم خوبی در کنار شما داشته باشیم و خب بچه هم بتونن استفاده بکنن و انشالله که از عملکرد تیم دستیان آموزشی این ترم هم بچه ها تا آخر ترم نهایت رضایت رو داشته باشن و خواهش بکنم. خیلی لطف کردین. اون شما خانم قمری فکر کنم آی ونکی هم هستن الان، هر کدوم که میتونن. هستید خانم قمری؟ بله صدام میاد. بله بفرمایید. سلام میکنم به همه، خیلی خوشحالم که تونستم توی جمعتون قرار بگیرم و اینکه اگه سوالی یا مشکلی داشتید خیلی خوشحالم که حالا بتونم هر کمکی که از دستم برگرد و انجام بدم و اینکه خب ترم خوبی رو برای همگی آرزو میکنم. بله خیلی ممنون از شما. بچه ها این دستان آموزشی ما هم توی گروه تلگرام هستن و حالا اونجا هم شما هر سوالی داشته باشید، بحثی نکته‌ای باشه، جایی رو اشکال داشته باشید، حالا تو تمرین ها یا توی کار با همین لایو سیل و اینها، اونجا میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. به حال این دوستان هم تشریف دارن اونجا و کمک میکنن. ما خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت این دوستان هستیم و امیدواریم که از عمل کرده تیم دستان آموزشی این ترم راضی باشید. آی ونکی شما، من نقشتون رو به مدیر تغییر دادم، حالا فکر کنم که بتونید خیلی راحت الان اینجا میکروفونتون باز شد برای ما، فکر کنم بتونید الان صحبت بکنید. الان بله بفرمایید. کمی صداتون قطع و وصل میشه، اگه امکانش هست از اول بفرمایید.
آی ونکی، این آخرها صداتون کمی قطع و وصل شد. حالا فکر میکنم مشکل از شاید نت باشه، ولی در کل ما خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و به حال آی ونکی هم یکی دیگر از دستان آموزش استاد روحانی در این ترم هستن که شما میتونید از حضورشون استفاده بکنید و حالا هر سوالی یا اشکالی دارید در میون بذارید باشون و کمکتون خواهند کرد قطعا که هرچه زودتر و بهتر مشکلاتتون توی این درس برطرف بشه. خب ما خیلی دوست داشتیم که بتونیم میکروفون های شما رو هم باز کنیم و با شما صحبت بکنیم و باهاتون آشنا بشیم. ما تا این ایده رو برای بچه آزمایشگاه دیتا آزمایشگاه سیستم عامل اومدیم انجام بدیم و اصلا نتونستیم، چون خیلی این سایت بد طراحی شده نسبت به اینکه ما بخوایم میکروفون شما رو باز کنیم و مثلا 20 دقیقه طول کشید تاش دو نفر تونستن میکروفونشون رو باز کنن و صحبت بکنن. روی این حساب حالا دیگه اینجا وقت شما رو هم نمیگیریم با اندودن این کار، ولی خب خیلی دوست داشتیم با شما آشنا بشیم اینکه آیا دیتابیس کار کردید با چه، چون بعضی الان تو این شرکت ها اصلا قطعا با دیتابیس کار میکنن، حالا دیتابیس ریلیشنال هست، نو اس کیو ال هام هست که کار میکنن، مثل مانگو دی بی، نو فور جی، ردیس یا کاساندرا، کوچ بیس، اچ بیس، بعضی کار دیتا ساینس اینا انجام میدن، آپاچی هایو، اسپارک و هدوپ اینا رو کار کردن، حتی کاوا دیتا ویر هاوس ها، بی آی. حالا خیلی خوشحال میشدیم اگه کسی این دوستان هم هست باشون آشنا میشدیم و میشناختیمشون که حالا متاسفانه امکان فراهم نیست. خب بنده عرض دیگری ندارم، حالا اگر دوستان سوالی دارن، نکته هست، ما در خدمت هستیم. در غیر این صورت میتونن تشریف ببرن و کلاس رو ختم کنن. سلام آقای حمیدی مجد. این ویدئوی جلسه امروز که ما تا آخر شب باگذاری میکنیم، ویدئوی جلسه اول هم توی هفته آینده باگذاری میشه حتما، که حالا هر وقت هم باگذاری بخوایم بکنیم ما توی سایت اطلاع رسانی میکنیم. منتهی مرتبه معمولا ویدئوها روز پنجشنبه بارگذاری میشه، یعنی روزی که ما براش در نظر داریم پنجشنبه است که روز پنجشنبه جمعه هم به هر حال وقت بچه ها خالی تره میتونن ببینن، که حالا اگر هم مشکلی چیزی بود همون فرداش که روز جمعه هست ما بتونیم برطرف بکنیم. البته زودتر هم امکان داره قرار بگیره، علی ای حال یه نوع ارتباطی اسینکرونوس دیگه، یعنی حالا اونایی که باز بحث کانکرنسی اینو کار کردن آشنا با این مفاهیم، ولی خب ما زیاد حالا اصراری نداریم روی اینکه حتما همون روز که ویدیو باگذاری میشه همون روز ببینید. اتفاقا این روی هستن برای این هستش که به هر حال تو وقتای آزادتون بتونید استفاده بکنید و این فیلم ها رو ببینید. نه خب به هر حال ما این بحث کانکرنسی هم توی دنیای ما انسان ها داره استفاده میشه دیگه. الان مثلا این کلاس آنلاین یه جوری حالت سینکرونوسه، شما نشستی اون و منم نشستم این و به محض اینکه من دارم یه چیزی به شما میگم شما گوش میدی و یاد میگیری. حالا من اگه اینو به صورت آفلاین قرار بدم به شما بدم اون میشه دیگه سینکرونوس. حالا وقت دوستاشی میری میبینی چی بوده و دنبالش میگیری و کار میکنی، ولی خب علی حال میگم بیشتر روزای پنجشنبه احتمالاً فیلمو باگذاری بشه و حضور غیابم نداریم. راستی من نمیدونم گفتم این بحث رو یا نه، یعنی اون جلسات حل تمرین رفع اشکال هم ما خیلی اصرار نداریم که حالا همه دوستان حتما حضور داشته باشن، هر کسی که مشکلی و یا بحثی داره میتونه تشریف بیاره اونجا ما رفع اشکال. خب حالا اگه با سوالی هست ما در خدمت شما هستیم، ولی اگر نکته نیست حالا ببینیم برخی دوستان فکر بازن. بله ما تو پنجشنبه هفته آینده جلسه اول رو براتون قرار خواهیم داد. خواهش میکنم. خواهش میکنم سلامت باشید.
ممنون از اینکه تشریف آوردید امروز. میدونم حالا جمعه صبح هم هست و زیاد سخت به حال، ولی خب هم از شما ممنونم هم از تیم دستیاران آموزشی و انشالله که همگی موفق و معید و پیروز باشید. من دیگه صحبتی ندارم، اگر شما سوالی ندارید میتونید تشریف ببرید. من باز حالا میمونم که اگر کسی سوالی داشت بتونم پاسخ بدم.